بفرمایید آقای. با تشکر، سلام مجدد، خوشحالم دوستان عزیز رو میبینم. عرضم بزرگتون که با سفارش آقای مهندس محقق که ما هم باید در واقع سهمی داشته باشیم در رابطه با سمینارهایی که وجود داره، شاید شد که من رو در خدمتون باشم و صحبت ما مانیفکتورینگ کاناداست. قبل از هر چیز فقط مختصرا عرض کنم از لحاظ جغرافیایی که این کشور پهناور کانادا که از اقیانوس اصطلاح اطلس به اقیانوس کبیر و شمال تا آرکتیک اوشن ادامه داره 37 کشور از لحاظ اصطلاح پاپولیشن، و در واقع ما الان سرشماری 2021 حدود 38 میلیون جمعیت رو شمرد. Being the fourth largest country by the area and the second largest area by land, the vast majority of the country is inhabited with the most of its population south of 55 parallel north, and more than half of the Canadians live in the just two provinces, Ontario and Quebec. یکی از بلنگار روشن مذهب هم صدا داره. بیشتر جمعیت خب البته همونطور که میدونید در شهرهایی مثل مرزم بزرگتون تورنتو، مونتریال، ونکوور، کلگری، ادمونتون و اتاوا که هستن که اینها بیش از 1 میلیون جمعیت دارن. اگر بخوام از لحاظ اسکوئر به اصطلاح پراکندگی جمعیت حساب بکنیم، دنسیتی ما هست 3.92 و اگر بخوام مقایسه کنیم با یک کشوری مثل شوروی که روسیا که در واقع از لحاظ لند خیلی بیش از ما هست، دنسیتی اونا 8.4 پر اسکوئر کیلومتر. این وسط بودن پراکنده بودن جمعیت ما رو میرسونه. جناب کامیاب ببخشید میتونید پریزنتیشن رو بذارین روی پریزنتیشن مود سلایدتون رو؟ سلاید نیست آقای مهندس، این مود هست، نتیجتا مود اسکرول کنن. اوکی راحت باشین آقای مهندس. الان میبینید آقای مهندس؟ بله الان خوبه، بله بفرمایید. راحت باشین. نه دیدنش میبینم، من فکر کردم که پاورپوینت میتونید بذارید روی مود هست. بفرمایید آقای مهندس. خواهش میکنم. از لحاظ گسترش جمعیت یا اضافه جمعیت اینجا مثالی اومده که 2016 ما 35 میلیون خورده‌ای بود و بعد یک افزایش 5% تا 2011 داشتیم، ولی بین 1990 تا 2008 تقریبا 5.6 میلیون به جمعیت کانادا اضافه شد که یه 20% اینجا افزایش نشون میده. اینجا اگه بخوایم در سال اخیر 2020 در واقع در موقعی که اوج کرونا بود جمعیت رو ببینیم که در واقع در سال در جولای حدود 38 میلیون اعلام شده بود، افزایشی که ما داشتیم در سال 2019 و 2020 بوده 411,854 که در واقع میگن دیکلاین داشته. علتش هم همون بودن international migration being slowed by COVID-19. و بعد اینجا اومده ایالت‌ها رو نشون میده، پروینس‌ها رو نشون میده که چه درصدی افزایش داشتن، که خب اینجا مثلا اونتاریا 1.3 بوده، بی سی 1.1 بوده، نونوید 1.9، البته دیکلاین هم داشتیم، نیوفاندلند بوده منهای 0.3 و این در واقع خود اوریج کانادا 1.1% نشون میده. اینجا گرافی هست از سال 1850 تا 2010 که برت رو قرمز و امیگریشن رو آبی نشون میده و در واقع خب این یه افزایشی بوده که بعد دیکلاین شده، ولی به طور کلی جمعیت در حال بالا رفتنه. امیگریشن رو اگه ببینید از تغییراتی که داشته اینجا نشون داده میشه که در واقع ببینید طبق قانون اساسی ما میتونیم، کانادا میتونه 1% از جمعیت رو مهاجر بپذیره. یعنی فرض کنیم اگه ما الان 38 میلیون هستیم، 380 هزار نفر میتونه، یعنی باید در واقع، این یک فریز توی کانستیتوشن،
اما خود ما میدونیم در جریانش بودیم که کاغذبازی و اسکرینینگ و غیره و غیره این امکان رو نمیده که بتونه واقعا این 1% رو بپوشونه و همیشه زیر این رقم مهاجرت داشته. Manufacturing, the اصطلاح, is the critical component of Canadian economy. The production, sale and distribution of finished product contribute to the consumer and labor market and secure Canada's position as an economic leader among developed nations. Major, medium-sized and small manufacturers produce goods used by Canadian and contribute to the revenue gained from the export of goods to the other countries. The manufacturing industry produces a broad range of products for an equally broad range of uses. For example, manufacturing provides equipment for exploring, developing, extracting, processing, and distributing resources from land, ocean, and forest. Equipment of these purposes may include hydroelectric generators, fishing vessels, railway locomotives, farm machinery, mining equipment, and other machinery for transportation of the goods. اینجا من این قسمت از تاریخچه کانادا رو در رابطه با صنعت آوردم. از قرن 18 شروع شده که در واقع قرن 18 میگه حدود 400 تا آسیاب آبی بوده. در 1840 there were 400 meat producing flour for domestic and foreign market. با توجه به فراوانی آب، آسیاب بادی خیلی به اصطلاح معمول بوده و طبیعتاً برای تغذیه به آرد احتیاج بوده. ولی جالب اینه که قبل از اون در سال 1730 یعنی 290 سال پیش یک ایرون اسملتینگ در به نام فورج سن موری نزدیک تری ریور این کبک. تری ریور در واقع شهری است بین مونتریال و خود کبک سیتی، در واقع میشه گفت نیمه راه این دو شهره. شهر کوچیکی اما صنعتیه. در میگه مید 1740 یعنی 281 سال قبل فاندری اونجا وجود داشته که آرنمنت، استوف و آدر هاوسهولد یوتیلیتیز رو تولید میکرد. اولین استیم بوت که در کانادا ساخته شده در 1809 یعنی 212 سال پیش بوده که در جایی به نام ایگل فاندری آف مونتریال در واقع تولید شده. و جالب اینه که 100 قطعه از انجین این استیم بوت رو در اون کارخونه در 200 نزدیک بیش از 200 سال پیش می ساختن. قرن 19 هم می آیم در واقع کانفدریشن دومینیون کانادا، یعنی در واقع کانادا متولد میشه روی کاغذ 1867 154 سال پیش که در واقع در اون موقع به خاطر اکسپنشن ریل رود و ستلمنت پاپولیشن در 1871 CMA یعنی Canadian Manufacturer Association به وجود میاد که این هنوز هم وجود داره. این CMA در سال 1902 قانونی میشه در پارلمنت، در واقع به صورت قانون در میاد به صورت یک مؤسسه‌ای که میتونه dedicated to promoting the growth of manufacturing. The discovery of electricity and subsequent harness of some of the Canada's vast hydro sources. این هایدرو ریسورس در واقع یک نعمتی بوده که هنوز هم هست، کمک بسیار زیادی کرده به صنعت کانادا چون در واقع provided industry with efficient low cost source of electrical energy. میرسیم به جنگ جهانی اول که در واقع شروع میشه به diversification صنعت کانادا، steel, ship building, non-ferrous metal, pulp and paper. By 1920, manufacturing directly employed 16,000 workers که about 17% of total labor force اون موقع بود.
میرسیم به جنگ دوم جهانی که دیگه اینجا در واقع فرصتی بود برای نورت امریکا، در واقع میشه گفت آمریکا و کانادا، که بتونن با توجه به این که درگیری که در اروپا و جای دیگه داشته، صنعت خودشون رو دیورسیفاید و اکسپاند کنن. The heavy industry مثل vehicles, aircraft, armaments, shipbuilding and steel شروع میکنه به فلوریش کردن. By mid 1940, manufacturing directly employed over 1 million workers or more than 25% of labor force. به قرن 20 میرسیم. باز دوباره این contribution of the پیشرفتی که در واقع به خاطر مهاجرت و آمدن اسکیل و همینطور کپیتال، مانیفکتورینگ در 1945 تا 1999 بین 24% تا 15% بالا و پایین به گروس دومستیک پروداکت یا جی دی پی کمک میکرد. By 1999, manufacturing accounted for approximately 19% of Canadian gross domestic product and 2 million jobs. In this period, Canada's manufacturing industry was strongly affected by computer technology, energy price escalation, and trade liberalization. در رابطه با کامپیوتر، the first industrial computer was introduced in Canada in 1957. که اون موقع در واقع کامپیوتر کمک میکنه در production, inventory, control and accounting. و بعد کمک CAD and CAM که میاد توی صنعت. Canadian aided design and Canadian aided manufacturing. بعد و robotics technology باز اینجا به وسیله کامپیوتر شروع میشه. Electronic made the explosive growth of Canada's telecommunication industry, which reached worldwide by 1980s. Canadian manufacturers participated in aerospace industry by designing and producing communication satellites. That is also the hashtag. افزایش قیمت نفت که خب خود ما هم شاهدش بودیم در 1970 بازم یه استیمولیشنی بود به development of Canada energy sources practically from bitumen Alberta oil sand region as well as from natural gas, coal seams, hydroelectricity dam and uranium deposits. در واقع با توجه به افزایش قیمت صنایعی که من اسم بردم شروع میکنه به فعالیت بیشتر. این ادامه داره تا در واقع میشه گفت the second half of 20th century. سه یا چهار تا development of trade policy، یعنی قوانین تجارت که کمک میکنه به اقتصاد و صنعت کانادا، یکی US Automotive Product Agreement or Auto Pact بوده، یکی General Agreement of Tariffs and Trade GATT بوده و یکی هم FAT بود که بعداً شد نفتا. یعنی در واقع در سال 1987 FAT تبدیل شد، معذرت میخوام، 1887 FAT به وجود اومد، اما در 94 مکزیک هم اضافه شد که بهش میگفتیم نفتا. این نفتا بعدن خب البته تبدیل شد به CU. اجازه بدید اینجا من داشتمش جایی که میرسم خدمتتون میگم اونو. در 1965 Canada US Automotive Product Agreement, همون Auto Pact between Canada and US created a conditional duty free environment. این duty free در واقع در سال 65 خیلی کمک کرده به هر دو کشور، هم کانادا و هم آمریکا. The Auto Pact benefited both countries at different times. Canada gained in higher level more production, an increase in trade and productivity, a greater share of North American automobile employment, and lower consumer prices. این به اصطلاح عواملی بوده که در رابطه با این اتوپک نصیب کانادا میشه.
Canada was one of 23 major trade nations that signed GATT. In GATT, البته در سال 1947 بین خیلی از کشورها امضا میشه، حدود 85 کشور و 30 تا provinces در واقع امضا میکنن، اما در سال 1995 World Trade Organization به وجود میاد که این GATT میره زیر چتر World Trade. The state of international competition has changed drastically since the late 1950s and early 60s. یعنی در واقع اینجا به نظر من سالهای طلایی رو میشه گفت. من چون اون موقع من خودم سال 69 بود که وارد آمریکا شدم به عنوان دانشجو و الان که نگاه میکنم اون سالهای طلایی شاید دیگه هیچ وقت بر نگرده. اون موقعی بود که ژاپن و اروپا بعد از جنگ در واقع در داخل خودشون مشغول بودن و این یه فرصت بود برای کانادا و آمریکا که بتونن صنایع خودشون رو گسترش بدن. برای مثال اینجا میگه که Canada's share of the world export of manufacturing goods rose from 4.5% to 6%. اما متاسفانه در پایان قرن 20 خودمون شاهد بودیم که با توجه به گلوبالیزیشن که الان بعد میاد توضیح میدیم خیلی از به اصطلاح کارخونجات بسته شد و با بودن لیبر ارزان و مواد اولیه فراوانی که در واقع خود همین سرمایه‌دارای آمریکایی نورت امریکا به چین بردن و یک کامپیتیشن صنعتی به وجود اومد که خب هنوز ما داریم به اصطلاح مشکلاتش رو میبینیم. در واقع چیزی که اینجا اتفاق افتاد cost of production per unit بود که در اون کشورها خیلی ارزونتر به وجود میومد و همین باعث رقابت شدید شد در بازار و با توجه به مزد بالا و هزینه تولید بالایی که در این طرف دنیا وجود داشت خیلی از کارخونجات نتونستن این رقابت رو انجام بدن و در واقع میشه گفت گلوبالیزیشن این قسمت از صنعت رو ضعیف کرد و شکست داد. برسیم به قرن 21. البته اینجا همون توضیحی که من دادم اینجا بعد نیست این تیکه رو بگم که industrialization among lesser developed countries due largely to the influence of foreign direct investment. I mean به اصطلاح سرمایه‌گذاری که آمریکایی‌ها یا غربی‌ها داشتن در آسیا associated with globalization has focused on sectors producing labor intensive low technology highly transportable goods. Increasing imports from lesser developed countries has created significant problem in Canada in such sector as clothing, footwear, consumer electrical product and so. And competition has become increasingly globalized. این چیزی بود که توضیح داده شد. به قرن 21 که الان درش هستیم همون تغییراتی که در قرن 20 شروع کرده بود در قرن 21 هم ادامه پیدا کرد. By the 2000 manufacturing sector had declined at large. Between 2004 and 2008 about 1 in 7 or 322,000 manufacturing jobs had disappeared. ببینید این 2008 رو من کاملا یادم میاد. شهریست به نام ولند در نزدیک سن کاترین نیاگارا فال ایریا. من شاهدم که اونجا 8 تا کارخونه کوچک و بزرگ همین در ریسیشن 2008 بسته شد و چند تام در خود لندن اونتاریو و این صنایع طوریه که موقعی که بسته بشه دیگه بر نمیگرده. یعنی واقعا دیساپیردی که اینجا گفته خیلی معنی میده. This trend is not unique in Canada. البته میگه تنها به کانادا هم بحث نمیشه. اکثر کشورهای OECD members are experiencing a similar decline. Contributing factor includes
production moving to countries such as China. که همونطور که عرض کردم تولید به اصطلاح خارج میشه و میره به طرف کانادا. With the expansion of the production of transportation equipment except automobile, oil and coal products and computers and electronics, all other segments of manufacturing have experienced a downturn. مخصوصا textile. The textile industry که در واقع بزرگترین سکتور manufacturing برای کارگر بوده، یعنی تعداد پرسنل کارگر داشته، نزدیک 60% از به اصطلاح کارگرها شاید است. The automotive sector as well as lumber and paper industries also in rapid decline, particularly after 2008 recession که توضیح اینجا داده شد. In response to these changes, Canadian manufacturers are increasingly focused on production of domestic market. در واقع موقعی که بازارهای خارجی از بین میره و رقابت نمیتونن بکنن، بیشتر فوکس اینداستری میاد روی لوکال. Central Canada continues to domain the bulk manufacturing options. این در واقع اونتاریو و کبک که اونتاریو 46% و کبک 24% of total manufacturing sales رو انجام میدادن که رقم‌های خیلی بالایی. Sales many consumer goods industries are concentrated in these two provinces. از همونطور که میدونیم توزیع واضحاته که این دوتا ایالت، این دوتا پروینس بیشترین به اصطلاح تولید صنعتی رو دارن. Made in Canada. اینجا بحث میشه که it's not secret that Canadian economy is deeply rooted in the service and natural resources. Nor is it a secret that until recently manufacturing has slowly got away from domestic shore following the promise of a cheap labor abroad. اینو که ما توضیح دادیم. اما اینجا میاد یه خوشبینیه، در واقع پیشبینی خوشبینانه میکنه که خب من چون خودم آدم خوشبینی هستم اینو آوردم. Fortunately for those in industry, Canadian based manufacturing operation have experienced return in recent years thanks in large part to the highly skilled and specialized workforce that Canada produces. البته پرودوس که خب ما میدونیم امیگریشن هم خیلی نقش خیلی بزرگی داشته. خودمون اطراف خودمون میبینیم از همین هموطنامون که با چه اسکیل های بالایی و با چه به اصطلاح تخصص های با تجربه دارن وارد این کشور میشن. اینجا البته میاد خوشبینانه میگه که این روند داره ریتن تو به اصطلاح حالت نرمال. به نظر من مسئله ای که آینده باید جواب بده. ما داریم البته یه سویچی میبینیم، یه تغییراتی میبینیم از طبیعت صنعت که شاید بگیم که heavy industry داره ضعیف میشه، کم میشه و بیشتر میره روی کارهای خدمات و سرویس. عرضم بزرگتون اینجا though by no means the largest contributor manufacturing is still a major contributor to the Canadian economy, accounting for $202 billion or 10.4% of GDP in 2018, which is an increase from previous year. باز این اون خوشبینی که اونجا کرد، اینجا یه دونه به اصطلاح مدرک هم میده که ما در سال 2018 202 میلیارد در واقع دلار آوتپوت داشتیم که 10% GDP بوده و در سال 2018 و بعد میگه it is an increase from previous years. یعنی در واقع این خوشبینانه خودش رو در این مطلب داره با سند نشون میده. بعد اضافه میکنه که 2019 مقدار پایین اومد
but to show promise due to the diversity Canada's manufacturing desk in spite of dissolution of NAFTA. آها این نفتا بود که من اینجا اشاره کردم که بعدا تغییر پیدا کرد و تأثیر هم گذاشته. الان شده Canada US Mexico Agreement CUSMA. طوری که به نظر میاد آمریکایی‌ها در واقع وزنه سنگین تری داشتن تو این معاهده و یه مقدار از منافعی که کانادا در نفتا داشت توی این CUSMA کمتر شده. بیشتر به اصطلاح concentration manufacturing همونطور که میدونیم اونتاریو و کوبک هست. اما جالب این بود که الان همینطور که داریم جلو میریم ببینیم که ایالت‌های دیگه هم چیزایی دارن که واقعا تا شاید خیلی از ما خبر نداشتیم. الان من یک مروری کردم روی ایالت‌های در واقع پروینس‌های مختلف که از خود اونتاریو شروع می‌کنیم. میگه اونتاریو 770 هزار نفر ورکر الان مشغولن که 12% جی دی پی رو به اصطلاح شیر میکنن و 80% تو صادرات داره. رقم خیلی بالاییه. یعنی اونتاریو در واقع 80% از محصولات صنعتیش داره صادر میشه و باید بدونیم که اکثریت با آمریکاست به خاطر نزدیکی، به خاطر به اصطلاح تسهیل در معاملاتی که دارن و همینه که میگن اگر آمریکا سکته کنه کانادا به اصطلاح اونتاریو سرما میخوره، به خاطر اینی که وابستگی اکسپورت اونتاریو خیلی بالاست به آمریکا. این در واقع میگه 30% از اقتصاد اونتاریو بستگی به همین اکسپورت داره و 25% برای جامعه کارگری. In 2017, Ontario manufacturer sale hit a record high of little more than $300 billion. Three industries derived this output: motor vehicle and parts, food products and chemicals. قبل از سقوط 2008 آماری که وجود داشت اونتاریو بزرگترین مرکز ساخت قطعات اتومبیل در دنیا بود. ولی خب بعدش گفتم خیلی از کارخانجات از بین رفتن. این vehicles and parts, food and chemical، این ستا 51% manufacturing output رو در سال 2017 به خود اختصاص داد. Ontario is far and away Canada's largest manufacturing province, accounting for 47% of national manufacturing output and 54% of value-added export. در واقع اینجا چیزی که میگه اونتاریو مثل در واقع خیمه یک چتره که میتونه در صنعت کانادا دورش پوشش داده بشه. Ontario produces more vehicle than any other jurisdiction in North America. اینو من نمیدونستم که اونتاریو بزرگترین تولید کننده اتومبیل در نورت آمریکاست. With six world top manufacturing که در وینزور، برامتون، اوکویل، الیستون، وودستاک، کمبریج و اینگرسال وجود داره. خود ما توی کانون مهندس چندین بازدید از الیستون انجام دادیم به خاطر نزدیکی و دیدن کارخانه هوندا. Other major industries including textile, processed food, industrial machinery, electrical goods, farm implements, chemicals, rubber, and synthetic aircraft and furniture also are part of Ontario manufacturing. دومیش میریم سراغ کبک.
کبک در واقع بزرگترین منبع ساخت ایروسپیس اکویپمنت، چون هم بامباردیر اونجا هست، هم پرات اند ویتنی کانادا، هم کانادین اوییشن الکترونیکس CAE که در واقع هدکوارترشون در اونجا قرار داره. 6.5% of workforce employees are in aerospace manufacturing alone. Montreal accounts for over 62 billion in manufacturing sales. میگه گرچه این مونتریال یک هاب برای اوییشن، اما نزدیک بودنش به سن لارنس ریور combined with the fact that it is home to the world's largest inland port make this metropolitan city a natural draw for manufacturing. Some of the millions of tons of goods shipped from the port annually are also manufactured in the city, including millions of units of cosmetics made by L'Oréal Canada. L'Oréal, we don't even کازماتیک به اصطلاح تولید کننده فرانسویه که یه مرکز بزرگی در مونتریال داره. آلبرتا nicknamed the old capital of Canada. همه میدونیم که به اصطلاح آلبرتا مرکز نفت و گاز کاناداست. Edmonton's largest manufacturing industry are petrol, coal and machinery manufacturing. This is the fact that Alberta is well known for its mining and petroleum industries. Machines manufactured in Edmonton are primarily used in the energy, agriculture, and construction sectors. Roughly 9.5% of workforce in the province is employed in mining, gas, oil, and machinery manufacturing. And over 38 billion is generated from Edmonton manufacturing sales. میگه گرچه به اصطلاح آلبرتا روی اویل اند گاز به اصطلاح فعالیت های خیلی زیادی داره، در زمینه های دیگه هم از جمله در واقع ماشینری، فود اند بیوریج، textile and clothing, chemicals, rubber products manufacturing, and computer and electronics components باز این فعالیت هم وجود داره. Lastly, the years leading up to 2020 have seen historically low oil prices. اینجا اشاره میکنه که با توجه به پایین بودن قیمت نفت در به اصطلاح همین سالهایی که 2020 ما شاهد بودیم، بیشتر به اصطلاح فوکس رفت روی مصرف بنزین های ارزون، اتومبیل های به اصطلاح مثل وانت، مثل SUV بیشتر طرفدار پیدا کرد و توجه از انرژی های به اصطلاح آفتاب و باد یه مقدار کنار رفت. اما با توجه به این مسئله که قیمت ها داره دوباره به خودش بر می گرده به سالهای قبل، به نظر می رسه که ترند داره بر می گرده دوباره به طرف داشتن انرژی های رینوویبل. من اینجا یه مسئله رو با آلبرتا در میون بذارم. مسئله که من خودم هم شاهد بودم این CRN Canadian Register Number. این Canadian Register Number در واقع یک شماره‌ای که هر ایالتی برای محصولاتی که تحت فشار هستند، چه ثابت چه موویبل، این از 50 PSI اگه بالا بره اینا باید یک شماره بگیرن از مؤسسه مربوطه. مثلا اونتاریو TSSA این کارو میکنه، آلبرتا APSA این کارو میکنه، و این به این صورته که کسی که میخواد این به اصطلاح بویلر یا وسلی که وجود داره و تحت فشاره نصب کنه باید این شماره رو حتما بگیره، وگرنه غیر قانونیه. در نتیجه پروسیجرش به این صورته که باید
drawing, calculation و تمام سابقه به اصطلاح مدون شده روی این محصول قبل از تولید رو بفرستن به TSSA یا مؤسسه مربوطه در ایالت‌های دیگه و بعد اونها با بررسی کرده مجوز میدن. البته بعضی‌ها نشنال، بعضی از محصولات هست که میاد بخواد در تمام کانادا فروش بره باید نشنال بگیرن و اونم باز همین TSSA اپسا خودشون اول بررسی میکنن، اون شماره رو برای مثلا آنتاریو میدن، بعد میفرستن ایالت‌های دیگه و پروانس‌های دیگه و این مجوز گرفته میشه. من خودم تو این مسئله درگیرم با بعضی از پروژه‌ای که داریم، این CRN نمبر لازم. و بعد تجربه‌ای که من پیدا کردم این بود که آلبرتا خیلی سخت میگیره، یعنی در واقع تمام ایالت‌های دیگه، پروانس‌های دیگه این CRN رو دادن توی بعضی از مسائلی که ما داشتیم، پروژه‌ای که داشتیم، ولی آلبرتا هنوز چونه میزنه، یعنی میپرسه اینو عوض کنید، این چرا اینجوریه. بالاخره انقدر درگیری ما بالا گرفت که من مجبور شدم تلفنی صحبت کنم با مسئولش و خیلی جالب گفت و ما اینجا باید سختگیری کنیم و علتش هم اینه که پر کپیتا تعداد ابزارهای تحت فشاری که در آلبرتا نصب شده پر کپیتا در دنیا اوله. یعنی این رقم خیلی جالب بود برای من و این در رابطه با CRN که این توضیح رو بخواستم خدمتتون. ایالت پروانس بعدی در واقع بریتیش کولومبیا است که البته نمیدونم دارم وقت و رفر کنم داشته باشه. عرضم که این بریتیش کولومبیا که خب حال ما میدونیم وود پروسسینگ، الکترونیکس مانیفکتورینگ هم وجود داره ولی بیشتر روی فارستینگ، یعنی از هر پنج کاری که اونجا هست یه دونش ریلیت میشه به فارست پرادکت مانیفکتورینگ. ولی صنعت‌های دیگه مثل کامپیوتر و الکترونیک هم اخیراً در واقع رونق پیدا کرده و چون ونکوور نزدیک دریاست، شیپ ریپر اند دیپ سی اکسپلوریشن ویکلز هم باز صنعتیه که در واقع اونجا رواج داره. مانیتوبا، ببینید مانیتوبا خیلی جالبه که ما فکر می‌کنیم قله کاناداست و الان من یه عکس مونتاژ هواپیما گذاشتم برای اینکه حالا عرض میکنم خدمتتون. درسته که مانیتوبا جاییه که مناسب برای قله و تخم روغن و غیره، ولی من تو جستجویی که داشتم میکردم متوجه شدم که صنایع دیگه هم اونجا وجود داره. Manitoba has a strong economy based on large on natural resources. Its gross domestic product was 50 some million billion in 2008. If you think that Manitoba is an agricultural province, you are not mistaken. Since the earliest days of settlement in the province, farming has been its foremost industry. In fact, in early 1812, farming has been a major attraction that has pulled farmers and would-be farmers to its vast farmlands. ولی اینجا اشاره میکنه، میدونید که did you know that Manitoba has aerospace, IT and digital media and the manufacturing in the province is widely diversified. Food, clothing, machinery, transportation equipment, primary metals and metal fabricating operation in Manitoba fulfill demand from all over Western Canada. The food processing industry is the largest manufacturing sector, accounting for 25% of total provincial manufacturing shipment. Its second largest is heavy vehicle manufacturing, which is about 1.9 billion industry. 1,500 establishments are engaged manufacturing province, providing more than 60,000 jobs. اینجاست که در رابطه با در واقع صنایع هوایی داره صحبت میکنه. Winnipeg is North America's largest center for bus manufacturing. It is known for building motor homes, fire engines, semi-trailers, and storage tanks for agriculture, oil and gas که چند تا کارخونه هم اسم میبره. این هیدرو خیلی کمک کرده، آب فراوون در واقع میگه
مانیتوبا تنها پروینسیه که در رابطه با مصرف برق در واقع خودکفا است و این مانیتوبا هایدرو که در خود داونتاون وینیپک هست it generates electricity from self-renewing water power through 15 hydroelectric generator station. It is one of the lowest cost providers of electricity in Canada. آب فراوان. در رینوال انرژی هم همینطور میگه که یکی از لیدینگ به اصطلاح پروینس های کانادا است. مانیتوبا Hydro has funded program for renewable energy production, energy efficiency, eco-innovation, bioproduct, climate change mitigation, and related environmental sector. Winnipeg is also home to International Institute of Sustainable Development. اینجا ایرسپیس که خدمتون عرض کردم میرسه. Manitoba has a state-of-the-art aerospace industry that is the largest in the Western Canada. The province is home to three world-class firms, Boeing Technology Canada, Standard Aero, and Maglan Aerospace Limited, as well as 50 other business establishments. The aerospace sector in Manitoba generated $1.5 billion in GDP in 2017, with a compound annual growth rate of 3.8% over the last 5 years. This industry is export oriented. Winnipeg aerospace companies have exported over $5 billion in product over the last 10 years. Meanwhile, Manitoba's domestic aerospace product and parts manufacturing export amounted to $627 million in 2017. The industry employs a labor force of 4,400 highly skilled workers. آقای مهندس الان حدود من 10 دقیقه وقت دارم فکر کنم. 15 دقیقه آقای مهندس. 15 دقیقه. بله. ساکساچوان. Historically, Saskatchewan economy was primarily associated with the agriculture, with wheat being the precious symbol on the province flag. Increasing diversification has resulted in agriculture, forestry, fishing, hunting, making about 8.9% of the province GDP in 2018. Saskatchewan grows a large portion of Canada's grain. In 2017, the production of canola. همونطور که ما توی سمینار دو هفته پیش بود فکر کنم داشتیم در رابطه با روغن معلوم شد که این کانولا در واقع روغنیه که کانادا اختراع کرد در همین ساسکاچوان این کن در واقع کانادا اویل. In the production of canola was more than the production of wheat, which is Saskatchewan's most familiar crop and the one most often associated with the province. The total net income from farming was $3.3 billion in 2017. Other grains such as flax, rye, oats, peas, lentils, canary seed, and barley are also produced in the province. Saskatchewan is the world's largest export of mustard seed. Also mining is a major industry province. Oil and natural gas production also a very important part of Saskatchewan. و میگه بعد از آلبرتا این oil and natural در واقع دومه. Nova Scotia, Canada's ocean playground, خیلی جالبه. Nova Scotia is known for ocean technologies with high level of R&D and innovation, a pool of experts, and proven track record of growth and export. Nova Scotia companies are pioneering technologies in underwater acoustic sensing and imaging, marine communication and navigation, enhanced engineering and environmental service, wireless network and sensor,
robotic and self-driving vehicle, informatic and artificial intelligence. Nova Scotia has one of the highest concentration of ocean-related PhDs in the world. Ocean-related industries generate approximately 4.5 billion or 12.2% provincial GDP with 35,000 working in ocean industry, with shipbuilding industry with 70 billion naval defense contract. And in اخیراً قرارداد گرفتن 70 میلیارد که در تعداد از همین نیوال یعنی نیروی دریایی کانادا و ساختن کشتی های مختلف اونجا الان مشغولن. The Bedford Institute of Oceanography is the largest in Canada with 600 scientists, engineers, and technicians. Dalhousie University has Canada's first and only multidisciplinary bachelor degree program in ocean science. It also offers master's and doctoral program in oceanography, marine biology, marine management, and marine law. It is home to an institute like Ocean Tracking Network, IBM DeepSense platform, and the Aquatron Laboratory. Telsa Motors and Dalhousie University Canada Research Department have an exclusive partnership developing lithium ion batteries. This is the first partners of its kind between Tesla and Canada University. سبجکتی که انتخاب شده عرض کنم خدمتتون خیلی خیلی گسترده است. یعنی واقعا این یک ساعتی که من الان مجوز صحبت دارم میتونه فقط اونتاریو رو پر کنه. بنابراین من اینجا سعی کردم که هایلایت ها رو بیارم و تا اندازه‌ای کلیات کانادا رو پوشش بدم. این قسمت در واقع یک سری ارقام است در رابطه با ایمپورت اند اکسپورت کانادا. In 2019, Canada was the number 10 economy in the world in terms of GDP. Yani gross domestic product Canada در سال 2019 به اصطلاح مقیاس دلار کانادا بوده 1.7 point trillion dollar. The number 11 in total export, the number 12 in total import, the number 20 economy in terms of GDP per capita, and number 30 most complex economy according to Economic Complexity Index. In ECI, خودش بحث دیگه است که کشورها رو بر اساس کامپلکس بودن اقتصادشون درجه بندی کرده و کانادا رو سی آورده که خب این یه بحث دیگه است. Total export 2019 که بالاترینش کرود پترولیوم بوده 67.8 بیلیون اینا یو اس دلاره هر جا که خود کانادین باشه عدد سی میاد the destination کجا بوده این اکسپورت آمریکا البته با 314 بیلیون این باز یو اس اکسپورت تاپ بازم کرود اویل که اینجا گفتیم 67.8 cars 40.9 gold 14.6 refined petroleum 12.8 the vehicle part 10.8 export mostly countries United States 314 billion China 18.5 United Kingdom 13.8 Japan 9.92 Mexico 6.18 In 2019, Canada was the world's biggest export of swan wood in 6.35 billion. چوب که فکر کنم بیشتر توی کارهای ساختمانی احتمالاً حالا شاید آقای مهندس خدابنده بیشتر داشته باشن اطلاع. Raw aluminium 5.45 potash fertilizer 5.2, rape seed 3.2, rape seed oil 2.6. تمام اینا روی میلیارد. Top import
کارز بوده 27.9 the originish از یو اس میاد. Imports, the top import of Canada are car for 27.9, vehicle parts 20.2, delivery trucks 15.3, crude petroleum 13.5, refined petroleum 13 billion. Import mostly from طبیعتاً Canada, معذرت می‌خوام آمریکا 252,252. اینجا یه اختلاف 60 میلیاردی بین اکسپورت و ایمپورت وجود داره که مثبت برای کانادا. بنابراین ایمپورت از آمریکا 252، از چینا 47، مکزیکو 21، جرمنی 12، ژاپن 10. In 2019 Canada was the world's biggest importer of aqueous paints. این من مطالعه کردم رنگی که شبا روشنه، 522 میلیون دلار یو اس. کابجز فور 472 میلیون، لتس 451 میلیون، آیرون ریلوی پروداکتس 305 میلیون، اند آسفالت 273. میبخشید انگلیسی فارسی قاطی میشه، اشکالی نباید داشته. Overview, in many 2020 Canada export, Canadian dollar, در می 2021, در یک ماه, 45 million, 45.7 Canadian imported, 50.1 billion, resulting in negative trade balance of 4.38. And between May 2020 and May 2021, the export of Canada have increased by 14.9 billion. Trade in May 2001, the top export of Canadian were crude oil, swan wood, cars, gold, petroleum gas. And in May 2021, in 1 month, the Canadian imported cars 3.1, commodities not elsewhere specified is 1.4, vehicle part 1.3, delivery trucks 1.37, and refined petroleum 1.2. ارزم بزرگتون باز اینجا ارقام زیاده، اگر بخوایم بخونیم. In May 2021, the export of Canada were mainly باز دوباره from Ontario 14.6 در یک ماه، آلبرتا 10.1 اینا روی میلیارد و کانادین دلار، کبک 8.2، بریتیش کولومبیا 4.57، ساسکاچوان 3.23. ایمپورت دستینیشن مینلی اونتاریو، یعنی اینجا اونتاریو خیلی مصرف میکنه، مقایسه کنیم با جای دیگه. Import destination, البته مصرف ممکنه خیلی چیزا مواد اولیه باشه، قطعات باشه برای تولید و غیره، ولی خب مواد غذایی هم طبیعتاً باید باشه. Import destination, Ontario 30 billion, Quebec 7, British Columbia 5, Alberta 2, Manitoba 1.9. ببینیم که اونتاریو در واقع نقش خیلی مهمی داره در اقتصاد کانادا از همه لحاظ. In May 2021, Canada export mostly to United States, 33.8 per در یک ماه. به China 2.5, Japan 1.9 billion, 1.1, United Kingdom 1 billion, Mexico 637 million. And imports mostly from United States, 23, China 6, Mexico 2, Germany 1.6 and Japan 1.4. من اجازه میخوام که این اعداد دیگه ممکنه خسته کننده باشه. Fastest growing in fast growing export market in 2018-2019, Germany بوده با 846 میلیون US dollar, Saudi Arabia 674 میلیون, India 497 میلیون. Fastest growing import market, Peru 1.49, Vietnam 1.07, France 912.
top territories of Canada according to Economic Community Index are Ontario 0.13 and Quebec 0.026. این اختلاف زیادی هست اینجا. ارزم که اگر اجازه بدید ساعت من مطلب زیاد دارم. من چند تا بحث دیگه هم هست که البته این تاپ 5 در واقع شاید سری روش بگذاریم بد نیست. میگه Canada some call the Great White North has its fair share of successful industrial that continue to prosper year after year even in the worst economic climate. Although the Canadian market isn't as large as or diverse as some other market in the world, it is every bit as stable, if not more so. چیزایی که داره رقم میکنه 5 topic agriculture. When it comes to wheat and grain, Canada has it covered. In fact, Canada is one of the largest suppliers of agricultural product in the world. Due to its strategic location, Canada exports most of its crops to the border South America. منظور South خود آمریکاست منظور. As part of the World Trade Organization WTO, Canada practice fair trade in ensuring whatever it puts in the market agriculturally doesn't influence the crops other countries. Canada agriculture sector is steadily growing year by year by accounting 8% of country's gross national product. In 5 top, اول agriculture بود بعد دوم انرژی که روی natural gas و چیزهای دیگه تکیه میکنه. Canada not only had the third largest oil reserve in the world, it is also the world leader in hydroelectric power with Quebec, Ontario, and Saskatchewan for the vast amount of hydroelectric energy. Because the abundance of energy resources available, Canada oil exports other related products make up to 20.9% on country's GDP, gross domestic product. بعدش تکنولوژی اول اگریکالچر انرژی تکنولوژی اجازه بدید من اینو کوچیکش کنم اگه بشه بله انرژی due to its abundance of oil and natural gas Canada has quickly become a world leader in energy sources. Canada not only has the third largest oil reserve in the world, it's also a world leader in hydroelectric power with Quebec, Ontario, and Saskatchewan all using vast amount of hydroelectric energy. Because of the abundance of energy resources available, Canada's oil exporting and other energy-related products makes up to 2.9% of country's GDP. Additionally, Canada has adopted solar and wind energy production as the next major industry in the energy sector, ensuring continued trust. Technology, although it is for the most part an undervalued, Canada's technology industry is one of the strongest in the world. And thanks to Canada's startup visa, which is a government visa aimed at bringing in new tech companies from all over the world, Canada will continue to change the world technology landscape. The government visa will undoubtedly bring the brightest minds to Maple Leaf country and give places like Silicon Valley and India a run for their technology. Canada's technology industry is currently for prospering the most in areas such as digital media, wireless infrastructure, e-commerce, and general internet services. And the service که در واقع من فکر کنم که اقتصاد این میاد بالاتر. من به نظرم اینجوری به نظر میاد که سرویس داره جای خیلی چیزا رو دیگه. Accounting for a whopping 80% of Canada's GDP and employing almost 3/4 of the entire country is Canada's service sector. And with the sector itself, industries like retail, business, education, and health makes up the largest portion. Although
the strength of the Canadian dollar has hurt tourism numbers. Canada still has the strong tourism industry with most of its international travelers hailing from the United States. In fact, Canada's retail sector, which directly relates to tourism, accounts for 12% of GDP, and that percentage is steadily growing. آخرین قسمت مانوفکتورینگ بود که در واقع در رابطه‌اش صحبت کردیم. خیلی عذر می‌خوام، مطلب زیاد بود. مجبور بودم بعضی رو شروع خونی کنم. مجبور بودم تون برم. در هر حال می‌بخشید، ولی این توفیق بود در برگ سبزی بود. توفیق درویش چه کند بینوا همین دارد. خیلی متشکرم از صبرت. بسیار متشکر آقای منسکامیاب. اگر دوستان اجازه بدن ما یه چند دقیقه به آقای منسکامیاب فرصت تنفس تازه بدیم، بعدش بسیار پاسخ رو شروع کنیم. من از آقای منسکامیاب خواهش میکنم که این سفر رو ببندن که ما بتونیم دوستان رو بسیار متشکرم. دوستان فرصت بدیم که آقای مازکامی تلفن نفس تازه بکنند. مسئله میتوانی مهندس اشکال نداره ما خواهدیم که میتونیم ادامه بگیم اگر دوستان اگر خودتون مایل هستید که مشتنیست. خب خانم چه بریم به ترتیب اسامی رو آقای دکتر مهاجر خواهش میکنم بفرمایم دوستان سوال. خیلی متشکر آقای مهندس کامیاب، ممنون با اون لحن شیوای همیشگی و خیلی ریلکس یه سفری ما رو بردید به دور کانادا و دستاوردهای مجموعه کانادیان های قبلی و جدید و در حال حاضر که به عنوان امیگرنیان رو به ما نشون داده. من سوالم خیلی مختصره، خواستم ببینم این رفرنس و سورس این اطلاعات شما آیا استاتیستیک کانادا است و یا یکی از این وزارتخونه هایی هست که کانادا رو میخواد پروموت کنه و در واقع پروبال بده، یا اینکه این پیور دیتای خالص این چیز هست استاتیستیک کانادا است؟ عرضم بزرگتون این ارقامی که در آخر سر ارائه شد در رابطه با ایمپورت اکسپورت اینا از استاتیک کانادا است. مطالبی که در طول به اصطلاح این بحث ارائه شد انتخابی، یعنی در واقع من از منابع مختلف اینا رو جمع کردم و سعی کردم اینا رو با واقعیت‌هایی که وجود داره با توجه به ارقامی که اینجا نشون داده میشد نزدیک کنم. اما یه چیزم خدمتتون بگم، همونطور گفتم من آدم خوشبینی هستم، یعنی لیوان رو پر می‌بینم. یعنی ممکنه بعضی از این بحث‌ها اون حالتی رو که من عنوان کردم واقعیت نداشته باشه. اینو خدمتتون عرض کنم که این اصالت این مطالب یه مقدار میشه روش بحث کرد، ولی به طور کلی من سعی کردم تا اونجایی که امکان داره ارقام رو لااقل با منابع چند منبع چک کنم و ارائه بدم، ولی بیان ممکنه مثبت بله بله. سوال شاخصی که من داشتم اینه که فرمودید آنتاریو یا اصولا کانادا جز تولید کنندگان اتومبیل درجه اولی هست در دنیا، حتی بعد وقتی آماری داده بودید در مورد ایمپورت که واردات اتومبیل مثل که بیشتر از صادرات بوده، من یک کمی تو ذهنم نتونستم جا بنزم که ما به هر حال اکسپورتریم یا ایمپورتر اتومبیل. ببینید صنعت اتومبیل در واقع با توجه به این که این ستا قول فورد و کرایسلر و در واقع جی ام اینجا کارخونه دارن و یک ارتباط بسیار نزدیکی وجود داره، شاید واقعا این اعداد یه مقدار بالا پایین شده باشه، اما واقعیتش اینه که صنایع اتومبیل سازی و صنعت رابطه با قطعات اتومبیل سازی در اونتاریو بزرگه. یعنی الان یه مقدار کم شد، در 2008 با توجه به
سقوطی که اصولا اقتصاد داشت خیلی از این کارخانات قطعه‌سازی بسته شدن، ولی قبل از اون من آمار داشتم که اونتاریو بزرگترین منبع ساخت قطعات یدکیه. حالا این ورود و خروج قطعات، ببینید ما بین کانادا و آمریکا روزی 1.5 بیلیون چیز داریم، ارتباط تجاری داریم. حالا این ارقام واقعا چه مقدار میتونه اون طرف یا این طرف به اصطلاح سوق کنه و روی نتیجه اثر بذاره، خب این باید روش دقت بیشتری بشه. من الان میتونم برگردم رو اون اعداد اگه بخوایم فرصت باشه و اونو بیشتر برسیم. نه خیلی متشکرم، بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی خیلی متشکرم. آقای مهندس چنگیز صد قبلا دستشون بالا بود ولی الان نیست، نمیدونم اگر سوالی نیست من نفر بعدی رو صدا کنم. خب آقای مهندس حمیدی لطفا. خیلی ممنونم آقای مهندس کامیاب، بسیار بسیار مطالب مفید و جالبی بود و خیلی من یاد گرفتم، ممنونم از لطفه. من دو تا سوال داشتم خدمتون، یکی در مورد اصولا اشاره کردی در مورد کوبک، وجود اون منابع آب به ویژه سن لورنس، رودخونه سن لورنس و اون صنایع سنگینی که در کوبک هست. خب این یه فاکتور بی‌نهایت اهمیت داره، هر جا صنایع سنگین هست باید منابع آب داشته باشیم، در واقع آب باشه و یک به اصطلاح سورس بسیار بسیار مهمیه. در کشور خودمون متاسفانه درست برعکس اینو کار کردن، یعنی فرض کنید اصفهانو که شما بیشتر اطلاع داری ازش نسبت به من، و صنایع سنگینو بردن اصفهان، در صورتی که اونجا ما آب خیلی کم داریم، یعنی باید از جاهای دیگه بیاریم اونجا. یعنی تمام اون سواحل خلیج فارس رو اینا رو گذاشتن کنار، بعد صنایع سنگین آوردن برای قسمت‌های مرکزی. و به نظرم در گذشته قبل از انقلاب فکر این بود که این صنایع سنگین بیشتر در سواحل خلیج فارس متمرکز بشه. حالا اون قسمت پتروشیمی و بخش نفت و گاز اینا رو بذاریم کنار، من صحبتم بیشتر روی سایر صنایع سنگینه. یکی در مورد این بود که به عقیده من میخواستم نظرتو بدونم که آیا این صحبت من درسته یا نه، و دو اینکه در مورد چین هست، یعنی کشور چین الان یکی دو سال هست خیلی داره تقلا میکنه که بیاد سهام صنایع سنگین کانادا رو به ویژه در نفت و گاز بخره و در آینده شاید این نقش اساسی روی بیاد دست بذاره روی اون بخش صنعت گاز و نفت در کانادا. اینم میخواستم اگر لطف کنی یه توضیحی بدید، اگر اطلاعاتی در این مورد به اصطلاح میتونید اپدیت کنید ما را، خیلی ممنونم از لطفتون. خانم سیمی خانم، یه بک‌گراند نویزی بود که الان در مورد آقای مهندس حمیدی، در مورد بردن صنایعی که به آب لازم داره جایی که آب نیست، خب این یه مصیبتی که سر ما آمده در ایران، و یکی از دوستان میگفت دیگه مجوز نمیدن، گفتم دیگه کار از کار گذشته، الان تمام آب خوزستان رو میره اونجایی که نباید بره، در اون وقت خوزستان که این همه ثروت و به اصطلاح معدن و غیره وجود داره در خوشحالی. سوال دوم شما چی بود آقای مهندس؟ مخشی این بک‌گراند در مورد چین آقای من نمیدونم، صدای بک‌گراندی بله. مال کی هست؟ آقای فکر میکنم آقای عزیما فقط بازه، آقای اردشیر هم بازه، ولی وقتی آقای حمیدی صحبت میکنه این نویز میاد، احتمالا ممکنه مشکل میکروفون ایشون باشه. بقیه بستن. آقای مهندس محقق، من همه رو میوت کنم، بعد شما خودتون رو آنمیوت کنید. درست آقا حمیدی بفرمایید. بله، سوال دوم در مورد چین بود. بله. که عرض کردم خدمتتون که یکی دو ساله که خیلی داره تقلا میکنه که دست بذاره روی صنایع، یعنی خریدن سهام صنایع سنگین در کانادا به ویژه نفت و گاز،
میخواستم ببینم که آیا اینو اطلاعاتی رو در این زمینه دارید که و چه پیش خواهد آمد در آینده. ممنونم. ببینید گلوبالیزیشن در واقع این مجوز رو میده که اینا این کارو میتونن و اونا هم در واقع با کپیتالی که دارن همیشه دنبال خرید بودن و خیلی از منابع به اصطلاح صنعتی رو نه تنها در کانادا در آمریکا هم خریدن در اروپا هم خریدن. بنابراین این چیزی که فعلا ادامه داره و بازم ادامه خواهد داشت. بنابراین من الان سورس دقیق ندارم که بخوام رقم به شما بدم، ولی تو این سالهای اخیر که ما خودمون شاهد بودیم این روند ادامه داشته و با توجه به داشتن قوانینی که اجازه رو میده فعلا جلوش نمیشه گرفت. بله آقای مهندس امینی لطفا بفرمایید. آقای دکتر امینی ببخشید. آقای دکتر امینی خیلی خوشحالم شما رو میبینم. مدت درود بر شما. خیلی ممنون. مدتی بود نبودید آقای امینی. اجازه بدید من یه گلگی بکنم. مدتی بود شما رو از شما خبر نبود. انشالله بیشتر بود. نخه من کم و بیش سعی میکنم حالا در وبینار شرکت بکنم، ولی خب گاهی وقتا توفیق نیستش. در هر حال اینو من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما خاطره خیلی خوبی داریم از شما در بیودی. بزرگوار هستید. بنده هم همینطور. خیلی ممنون. در حقیقت دو تا سوال داشتم. یکی این که این مثلا کشوری به این پهناوری که کانادا ما درش زندگی میکنیم، این طرح توسعه صنایعش باید بر اساس یک طرح آمایش سرزمین باشه. میخواستم ببینم شما اطلاعی دارید که در حقیقت تو اون طرح آمایش در یه افق بلند مدت بالاخره الگوی توسعه صنعتی چی دیده شده و آیا در اون طرح یا طرح‌های دیگه ارتباط و مثلا اون اندرکنش یا اینتراکشن صنعت کانادا با امریکا به چه ترتیب دیده شده؟ یعنی ما چه نقشی در نورت امریکا داریم؟ عرضم موزون در رابطه با اینکه روند صنعت کانادا کجا میره، چیزی که داره نشون میده واقعیت اینه که همونطور که من اشاره کردم سرویس و خدمات داره جای خیلی چیزای دیگر رو میگیره. یعنی یه موقع شاید اولین در واقع موتیویشن صنعتی تو کانادا تولید بود، اما من یه آمار داشتم که الان ریل استیت که در واقع داره جلو میفته از بقیه سکتور. بنابراین این از بین رفتن صنایع سنگین تنها به کانادا خط نمیشه، حتی کشور صنعتی اروپایی هم دارن همین طور پیش میرن متوجه و بیشتر میرن روی صنایع ظریف الکترونیک، صنایعی که آوتپوت خیلی بیشتری داره ولی میشه گفت از لحاظ فیزیکی و یا حجم کاری سنگینی خیلی کمتره مقایسه با فرض کنید صنایع سنگینی که الان وجود داره. این سال اول شما. سال دوم شما در رابطه با مزد در رابطه با این طرح آمایش سرزمین که در طرح بلند مدتی توسعه صنعتی آیا نقشش در ارتباط با آمریکا چطور دیده شد؟ ببینید آمریکا به نظر من هم سود داره هم ضرر. یکی از سوداش اینه که خب میتونه ما میتونیم اصلا به تکنولوژی که اونجا تولید میشه دسترسی داشته باشیم، بعضی از کارخانجات میتونن اینجا شعبه داشته باشن، اما زیانش به نظر من اینه که فرض کنید روی سرم سازی کانادا 5 تا مرکز سرم سازی داشته دقیقا همه رو فروخته رانی، بعد الان که رسید به کرونا یه دفعه موندن همه که چیکار باید بکنن. تازه شروع کردن حالا دارن که 2 مرکز رو به وجود میارن که ممکنه 1-2 سال دیگه طول بکشه. یعنی در واقع سهل بودن دسترسی به تکنولوژی بالا برای کانادا از آمریکا این ضرریه که کانادا دیگه نمیخواد بره خودش دنبال این مثلا گسترش این صنایع. ولی خب از طرفی بازار بزرگیه، 80% تولیدات اونتاریو میره آمریکا. یعنی این دو طرفه است، هم سود داره هم زیان داره. بنابراین
کارش هم نمیشه کرد. واقعیت اینه که این دوتا کنار هم دارن کار میکنن، دارن زندگی میکنن و با هم ارتباط خیلی نزدیکی دارن، مثل پسر عمو میمونن در واقع. بنابراین به نظر من این ادامه خواهد داشت. جز این که ببینید امیگریشن هم خیلی مهمه، یعنی امیگریشن به خودش نوآوری میاره. امیگریشن بزرگترین در واقع موتور تحولات جهان ما مهاجرت بوده. یعنی من میرم کارخونجات قالب سازی که کانادا خیلی خیلی سرآمد و معروفه، بعد با به اصطلاح مؤسسش که الان یک پیرمرد صحبت میکنم، میبینم لهجه داره. از کجا اومده؟ اروپای شرقی. چطوری شروع کردی؟ از گاراژ خونه شروع کرده، دو نفر. الان یه کارخونه هست که 200 نفر دارن کار میکنن دو شیفت. تجید. بنابراین این امیگریشن در تحولات اجتماعی، در تحولات صنعتی، در تحولات در واقع اجتماعی نقش بسیار مهمی در جهان ما داشته و هنوزم داره. ما میبینیم که هندیایی که میان کانادا که نزدیک 300 هزار نفر هستن، روابط تجاری بین هندوستان و کانادا رو گسترش دادن. خود ما الان ببینید مبلغ زیادی نیست، ولی بالاخره کامیونیتی ایرانی هم داره این روابط رو با در رابطه با خرید و فروش و صادرات و غیره داره به اصطلاح گسترش میده. بنابراین روی مهاجرت میشه حساب کرد، روی ایده های نو میشه حساب کرد، ولی کانادا در واقع ما 30 خورده جمعیت داریم، اونا نزدیک 300 میلیون جمعیت دارن. یه اقتصادی که 10 برابر ما در واقع جمعیت ایالت کالیفرنیا در اندازه کل کاناداست. بنابراین قابل مقایسه نیست. ولی خب ضرر زیانش هم که خدمتتون عرض کردم وجود داره. امیدوارم که جواب داده باشم. خیلی ممنونم. لطف کردید. آقای دکتر صادقی فرد عزیز، سوالتون رو لطفاً بفرمایید. متشکرم. درود بر شما جناب مهندس کامیاب بزرگوار. خیلی استفاده کردید. تو ممنون. و به گفته دوستان علاوه بر مطالب علمی جدید و خوبی که ارائه میکنید، بیان شیوای شما بسیار لذت بخشه. سوالی از محضر شما دارم آقای مهندس کامیاب. من توی برخی رفرنس ها دیدم که در واقع بر اساس جی دی پی 7.5% از کل جی دی پی کانادا رو به کانستراکشن اینداستری در واقع اختصاص داده شده بود یا در واقع کسب کرده و اونو بزرگترین در واقع سهم از جی دی پی کل کشور عنوان کرده، که این البته به نظر میاد که رفرنس ما رو سال 2020. شما در اطلاعاتی که فرمودید در واقع صنعت خودرو رو، اتوماتیو اینداستری رو با 202 میلیارد دلار و 10.4% فرمودید که بیشترین سهم رو داره. من البته روی صنعت اتومبیل مطالعه نداشتم، ولی سوال واضح من اینه که کدام یک از این صنایع بیشترین سهم رو در جی دی پی کانادا داره؟ سپاسگزارم. به نظر ببینید صنایع ساختمانی داره خیلی جلو میره. یعنی یه موقع آمار بود که تعداد منجنیق هایی که داره در دانتان تورنتو به اصطلاح علم شده و داره کار میکنه، از مجموع منجنیق های نیویورک، شیکاگو و نیویورک، شیکاگو و لس آنجلس بیشتر. یعنی اون ستا رو جمع کنید، در نتیجه صنایع ساختمانی پیشرو خواهد. البته اینه در نظر بگیرید که صنایع ساختمانی با خودش 400 تا صنعت دیگر هم میاره، تجید که صنایع خودرو میکشه، صنایع فرض کنید پیچ و مهره، سیم و کاب، سیمان، مساله ساختمانی، تمام اینا روی صنایع ساختمانی به اصطلاح دنبال رو هم. بنابراین به نظر من الان آمار دقیق من ندارم که واقعا بفهمم کدوم یک، اینو من پیدا نکردم یعنی، و سعی میکنم پیدا کنم اگه با جالب این اتفاقا، ولی آینده رو داره نشون میده که صنایع ساختمانی پیشرو خواهد بود. البته همزمان صنایع دیگه هم باهاش پیش خواهد اومد. یعنی در واقع اتومبیل سازی، موقعی که شما ساختمون میسازید، هر کسی که اون تو ساختمون زندگی میکنه اتومبیل هم احتیاج داره، چیزای دیگه هم احتیاج داره. مرسی. سپاسگزارم.
بله آقای مهندس آیدین لطفا بفرمه. سلام آقای مهندس. سلام دوستان. سلام است. خیلی ممنون از پرزنتیشن. آقای مهندس من این سوال داشتم در مورد بحث همون رو که خودتون هم اشاره کردید صادرات خدمات. همونطور که میدونیم همگی به هر حال کانادا به طور طبیعی به عنوان یک کشور پیشرفته یه بحث خیلی جدیش بحث صادرات هست. حالا چه صادرات مواد خام باشه، چه صادرات تجهیزات باشه، چه صادرات خدمات باشه. من خیلی سعی کردم در واقع اطلاعاتی پیدا بکنم در مورد شرکت‌های کانادایی که در خارج از کانادا صدور خدمات فنی مهندسی می‌کنن یا شرکت‌ها و یا کارخانجات، حالا یعنی منظورم انتیتی‌های تولیدی یا خدماتی هستش که علاقمند به این حضور در واقع برای اکسپنشن جغرافیایی خودشون هستن. متاسفانه نهایتاً بعد از کلی تلاشی سایت دولتی در این ارتباط مشخص بود که از چندین سال قبل این سایت در حال بروز شدنه. شاید بیش از آخرین خبراش مربوط به 6-7 سال پیش بود که خیلی برای من تعجب آور بود. شما میدونید در واقع نهادهایی که حمایت میکنن صدور خدمات رو و کالا رو در کانادا زیاد هستن، بودجه های بزرگی به این موضوع تخصیص داده میشه. بیزنس دیولپمنت بانک آف کانادا، اکسپورت دیولپمنت کانادا که در واقع بحث های مالی، بحث های بیمه‌ای، بحث های بیت بوند گارانتی ها و غیره رو چیز میکنه. وزارت خارجه مشخصا در تعداد بسیار زیادی از کشورها، شاید نزدیک 70-80 تا کشور در دنیا Trade Commissioner Services عملاً سرویس میده به شرکت‌های خدماتی. حالا من از اون جهت که هم خودم تو این زمینه در 20 سالی فعال بودم، هم اعتقادم این هستش که دوستان ایرانی که اینجا هستن به احتمال زیاد باید علاقمند باشن به این بحث، علاقمند بودم و دنبال کردم، من چیزی پیدا نکردم. سوال من اینه آیا شما برخوردی به این موضوع داشتید؟ آیا سایر دوستان اطلاعی در این مورد دارن؟ من خودم دنبال نبودم و ندارم. فقط من یه مسئله رو به طور کلی عرض کنم خدمتتون که واقعیت اینه که کانادایی‌ها فلسفه کانسرواتیو رو دارن. یعنی خدمتتون عرض کنم، اولا ارتباط با آمریکا چون سهل و آسون بوده. من یه موقع رفتم بانک در رابطه با LC صحبت کردم، نفهمید ایران چی میگه. برای اینکه میفرسته آمریکا نت 30 دیز یه دونه اینوایس میفرسته، کافیه. ولی خب موقعی که میشه اینترنشنال اون وقت لتر آف کریدیت میاد. کانسرواتیو بودن به این صورتی که خدمتتون عرض میکنم، یه مثال میزنم. فرض کنید که شهرداری میخواد یه مترو بسازه، میگه خب این بودجه چقدر؟ میگن 50 میلیون دلار فرض میگیره. میگه خب چقدر ما بودجه داریم؟ میگه مثلا ما 30 میلیون الان نقد داریم، بودجه داریم. این کانسرواتیو بودن مایند میگه خب سب میکنیم تا بقیه پولم برسه. آمریکا نه، میگه میخوایم مترو بسازیم، چقدر؟ میگه 100 میلیون. میگه چقدر داریم؟ میگه 40 میلیون. میگه 60 میلیونش هم از بانک میگیریم و اون مترو رو میسازیم. تاجی این فرق بین تفکره کانادایی هست با آمریکایی. به نظر من 8 سال آمریکا زندگی کردم، مقدار با عاداتشون آشنایی دارم. در واقع میگفتن، یکی از دوستان میگفت که طبیعت کاری هر کشوری به ورزش ملیش ربط داره. گفتم چیه؟ گفت کانادا هاکیه دیگه. هاکی تا رانری تا میفتی باید حتما بری. تو آمریکا فوتبالشونه که میگه توپو بگیر و بدو، کاری هم نداشته باش، بزن زمین، تچداون کن، یعنی به اون هدف برس. متوجه؟ تو خب کشور ما که میدونید کشتی، از صبح باید بلنشیم کشتی بگیم. در هر حال این مسئله واقعا وجود داره تو کانادا. با تمام خوشبینی من که من خدمتون عرض کردم و توی مطالبی که عنوان شده بود، این واقعیت رو باید در نظر گرفت که کانسرواتیو بودن تفکر کانادایی یه مقدار عقب انداخته این کشور. از طرفی بودن سهل و آسان تکنولوژی نو در کنار گوشش و ارتباط راحت تجاری بازم باعث شده که خیلی از به اصطلاح تفکراتی که میتونست
شکوفا باشه اینجا متوقف شده و پیش نرفت. این نظر من. ولی در اون رابطه من آماری ندارم و ولی میتونم اگر لازم باشه تماس بگیرید، منابعی هست که بتونم خدمتتون. صداتون نمیاد. بله. آقای مهندس بهبهانی لطفا سوال شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی. سلام می‌کنم آقای کامیاب عزیز. به به جناب استاد بهبهانی، خوشحالیم شما رو می‌بینیم. قربان. خوشحالی از منه، من تا یه جوری آقای آیدین سوالای رو کردن. من نداره چجوری بپرسم، چون منم در حقیقت میخواستم ببینم که سیاست‌های صادراتی اینجا، من یه 10 سالی به اصطلاح مسئول توسعه صادرات استرالیایی بودم تو منطقه خاورمیانه به اصطلاح نان کامودیتی ایریا، با همین دغدغه‌ای که آقای آیدین میگن. خب استرالیا هم از یه جنبه‌ای اقتصادش شباهت داره به کانادا، منتها در حجم کوچکتر، ولی اونجا تو اون 10 سالی که البته من بودم اصلا اون تشکیلات بنچمارک اکسپورت پروموشن ایجنسی دنیا شده و از مکنزی کمک گرفتیم، اون هم آرتور اندرسون. خیلی این فرهنگ کار صادراتی قوی بود و قوی شد، در حقیقت بنچمارک شد و حتی ژاپنیا هم اومدن و یه سیاست‌های خیلی مدون، نه فقط توی حمایت‌های مالی ما داشتیم، بلکه سیاست‌های مدون برای کمک به اس‌ام‌ای‌ها که به اصطلاح سهم عمده کار به اصطلاح صادراتی به دوش اونا بود توی استرالیا. مثلا دیگه اون همون ویت بورد و اینا کاری ما نداشتیم، اونا بالاخره کارهای خودشون رو میکردن میادن. من در حقیقت میخواستم ببینم، اولا شما که مطالعه کردید این تفکیک آماری روی اثر SME ها در مقابل شرکت های بزرگ توی اقتصاد کانادا، و بعد این همین روحیه صادراتی آیا جایی به عنوان حمایت های دولتی یا مثلا همین دفاتر تجاری و اینا به اصطلاح بهش رسیدیم، که اینجوری که حس کردم حالا مثل جوابی تو زمینه اصلا علاقمندی نشیم، ولی به نظرم میاد که همینجور که آیدین گفتن لااقل برای یه سری دوستان که اینجا من میدونم به شکل انفرادی فعال هستن، مثلا تو همون خدمات انجینیرینگ و لنگس و اینا الان تو اروپا مشغولن، ولی اگر به هر حال بخوان کامپتیتیو باشن این حمایت ها همه جای دنیا کمکشون میکنه. و من میخواستم در حقیقت ببینم شما اطلاعاتی تو اون زمینه دارید یا خیر. البته بعضی هم از دید فلسفی این داستانی که من میگم مال دهه 90 قبل از داستان 11 سپتامبر و این حاکمیت نئو حالا کانها و نئولیبرالا بوده، چون من فکر کنم اون ایده‌ای که شما از امریکا داشتین از همون دوران طلایی دهه 60 و اینا به نظر من میاد بعد از این نئوها اصلا عوض شده، یعنی دیگه ما آخرین نسلی هستیم که عرض میکنم بدون 24 اسفند تا مثلا فردوسی رو بدون موبایل قدم میزدیم، حالا در همون دهه 60 که میشه مثلا مترادف دهه 40 ایران و اینا دیگه. ولی داستان اینه که بعد از این به سایی 11 سپتامبر و بازگشت این شرکت ها عمدتا شرکت های بزرگ به اون نظام های سانترالایز و اینا، مفهوم گلوبالیزیشن به مفهومی که شاید واضعانش داشتن برای توسعه به اصطلاح بازار و اینا تبدیل شد به اینی که خلاصه یه جهان اصلی، یه جهان پیرامونی مثل که داشته باشید. حالا چینی ها از این استفاده کردن نمیدونم. در حقیقت من خواستم ببینم این ورود مفهوم گلوبالیزیشن که همینطور که به درستی هم گفتید وقتی آمریکایی ها عدسه میکنم ما ذاتوریه میگیریم اینجا دیگه، کانادایی ها دنبال اونا بودن، آیا این اثری داشته روی مثلا مفهوم به اصطلاح صادرات و توسعه صادرات و حمایت، یا اثری داشته نداشته؟ ولی اینطور که الان از مکالمه شما با آقای آیدین متوجه شدم خیلی مثل این که شما تو این خط به اصطلاح صادرات و به خصوص مثلا صادرات سرویس و اینا احتمالاً آماری یا نیست یا نداریم یا نمیشه، چون ما خیلی آدم آمار مدونی در استرالیا داشتیم و اصلا یه سازماندهی خیلی اساسی تو این کار ترید بود، اینترنشنال ترید بود، ولی من نمیدونم تو کانادا این هست نیست چجوری هست. حالا اگر اطلاعات بیشتر هست که بله، اگر هم نه که ما میریم هم کشتی میگیریم دیگه، شما فرمودید بالاخره باید ورزش ملی باشه اینا، بالاخره ما برمیگردیم کشتی، که من البته فکر میکنم ورزش ملی امریکا برای دویدن و تاشدن و اینا نیست، برای اینکه بگیرن بکنن زمین تبلیغات خوب پخش بشه، یعنی اونا از ورزش‌های کانتینیوس اصلا دوست ندارن، برای اینکه لازمه مثلا یه 2 دقیقه‌ای که آدم‌ها چیز میشن یه 4 دقیقه خلاصه یه کارهای دیگه باشون با
مغزشون بکنن. واسه من این البته میدونین که نگاه من یکم نگاه برخلاف شما بدبینانه است به این قضايا، ولی با نگرش مثبت، یعنی من بدبینم ولی نگرش مثبت دارم از این نگاه شما. برای من سوالم بیشتر در مورد همین اطلاعات و آمار مربوط به اکسپورت دیولپمنت کانادا بودش و سیاستایی که دارن، حمایتایی اگر میکنن از صنایع خاص یا از به شکل سایز یا مثلا فرض کنید حوزه و اینا. حالا اگر حالا من چون سایتشون همونطور که آیدین فرمودن باز چیزی پیدا نیست، مثل اینکه قرار نیست صادرات مثلا بکنید، پسر عمومون هست اونجا دیگه فاشان. من همین سوال منم این بود دیگه. عرضم بزرگتون که من سری ارقام در رابطه با صادرات و واردات سرویس رو خدمتون دادم، نمیدونم متوجه شدید یا اگه نه. یعنی وجود داره، نه اینکه نیست. اما بانک هم هست، بانک بی سی دی مثل این که در واقع کمک میکنه به کار صادرات و غیره و اینا. اما در پرینسیپل، در اصل، با توجه به بودن بازار آسان کانادا و تنبلی خود انسان آدمی که دوست داره راحت زندگی کنه، همه بالاخره یه چیزی از شیرازی ها داری، در واقع این یه مقدار واقعا مانع است از اینکه. البته سالهای اخیر من یه تحولاتی دیدم به خاطر اینکه همین گلوبالیزیشن یه مقدار محدود کرد صادرات رو، یه مقدار کارخونجات اصلا از بین رفتن و رقیب های تازه آمدن در بازار، یه مقدار کانادایی ها رو هم به فکر انداخت که بازار دیگه هم هست. از طرف هم که گفتم خود مهاجرین هم یه مقدار متوجه شم صادرات دارن، چون فرض کنید اون که از هندوستان میاد میدونه که فلان جنس در هندوستان هست، قیمتش ارزونتره، منم آشنا هستم، میتونم به اصطلاح ارتباط رو برقرار کنم. تمام اینا دست به دست هم میده. اما به عنوان یک فورس، یک نیرویی که بتونه، تجدید خیلی مهمه، و یک نیرویی که بتونه تحول ایجاد کنه، من ندیدم هنوز تجدید. و حالا که این به وجود میاد خدا میدونه، ولی در واقع خورده ریزه این بر اون بر چیزایی رو داریم میبینیم. یه محدودیت‌هایی هم که وجود اومده کمک کرده که این بیشتر باشه، ولی اون نیروی لازمه که بتونه مثل چین مثلا تجید که به صورت بردوزروار بره جلو، اونو ما متاسفانه هنوز نداریم. برای منم نکته همین بود، چون مثلا ما اصلا گرانت میدادیم برای اینترنشنال مارکتینگ و مارکت استادی و اینا، یعنی اصلا شبکه‌ای که در خدمت همین صنایع بود سرویس‌های سوبسیده داده می‌شد به همین شرکت‌هایی که مایل بودن این کار. همینو من مثل به قول شما شاید به دلیل همین نزدیکی امریکا، که هر چی آدم به امریکا نزدیک‌تر میشه نیست که از خدا دورتر میشه دیگه، این اصطلاح مکزیکی‌ها میگن، برای مثل اون نزدیکی خلاصه باعث همین شاید تنبلی شده و در حقیقت صادرات اونجا شد. ولی من وقتی آقای آیدین سوال کردن متوجه شدم که ظاهرا باید اینجا هر کی به شکل فردی خودش بره خلاصه دنبال این کارا و این کارا رو به سامان. بله خیلی ممنون. در رابطه با کشی که فرمودید من دستم پایینه. بفرمون نفر بعدی. صداتون نیست خانم سیمی. خانم سیمی. آقای مهندس محقق بفرمایید خواهشون. آقای دکتر مهاجرم دستشون بالا است. آقای سامان هنوز نه، همون اوله دیگه. فکر کنم از قبله. بله من اول بود ولی هنوز یه سوال دارم بعداً میپرسم. بس بفرمایید حضرت عالی. حالا نوبتان شد. حالا آقای دکتر نوبت شماست بفرمایید. بله بگم سوالم عرض کنم که اون موقعی که من جوون بودم و تو کار کانسالتینگ و اینا بودم، آماری که داشتیم اینکه کل کانسالتینگ کمپانی های کانادا در 10% بیزنس دنیا رو داشتن، یعنی مشاورت های فنی و مهندسی و اینا خودش صنعت بزرگی بود برای کانادا، و همچنین صنعت معدن و کارهای معدنی و به خصوص مشاوره های معدنی در سراسر دنیا و ماشین‌آلات معدنی، این کانادا صاحب نسخه. هنوز هم بزرگترین گرد همایی معدنچی‌ها یا معدنداران در کانادا بهش میگن پیدک،
هر سال در مارچ میان از همه جای دنیا حدود 4000 نفر در تورنتو جمع میشن و بحث‌های مربوط به اکتشاف و استخراج معادن و به خصوص اکتشافات هوایی نامروان کانادا در دنیا به دلیل وسعت خاکی که داره و پوشیده از یخ و خاک و جاهای غیر قابل عبور و جنگل ها و اینا کار اکتشاف معادن خیلی مشکله و کانادا این تکنولوژی رو دیولوپ کرده که از راه پرواز با هواپیما یا حتی ساتلایت میتونن نه تنها ایمیج بگیره بلکه پنتریت کنه زیر زمین با رادار پنتریشن دیوایسز یه عمقی رو از زیر زمین هم میتونه ایمیج تهیه بکنه با برداشت های هوایی و فضایی. این از نمیدونم در این آوار اطلاعات شما هیچ اشاره به این پیشروی صنعت کانادا در این زمینه شده و اعماری وجود داره یا خیر؟ عرضم بزرگتون در این مورد. ببینید این بحثی که من شروع کردم همونطور که اول گفتم خیلی وسیع بود و اگه میخواستم از تمام اینا به اصطلاح آمار تهیه کنم، البته من این چیز اولیه که داشتم با چیزی که ارائه شد شاید نصف اون چیزی بود که تهیه شده بود. علت چه این بود که خب حساب کردم که وقت این نیست و میتونه بحث دیگه باشه، ولی نه در این رابطه من چیزی میدونستم معدن یکی از به اصطلاح صنایع اصلی کانادا هست ولی آماری من ندارم. آقای مهندس اجازه میفرمایید آقای مهندس آیدین و آقای مهندس زرشکیان سوال دارن؟ بله بفرمایید. بله، آقای مهندس آیدین لطفاً، بعد شما، اگر شما خواهش من خیلی متشکرم. من البته در واقع سوال نیست چون بحث الان یه جوری بحث انتقال اطلاعات هم شده به نظرم. تو موردی که الان آقای مهندس مهاجر مطرح کردن دو تا نکته و ادامه صحبت آقای بهبهانی، ببینید هم یک کار مطالعاتی طی سال قبل در مورد معدن و در مورد معدن در کانادا و در مورد اسمی ها ما انجام دادیم به اتفاق بعضی از دوستان که حالا شاید بشه این رو به ترتیبی به انجمن هم منتقل کرد یا شاید بشه روش پرزنتیشن داشت. همیشه ما اینجور شنیدیم که مهندس ها به هر حال بیزنسمن های خوبی نیستن، البته با معذرت از همه مهندسان، از همه دوستان، من خودم هم مهندسم، شاید به اندازه بیزنسمن خوبی نیستم، چون خیلی ما عادت داریم بالاخره همه چیز جفت و جور باشه، همه چیز با عدد و رقم درست در بیاد که این اصلا با بیزنس نمیخونه. نکته که وجود داره اینه که بحث فکر میکنم شاید ما باید به این موضوع بحث مربوط به اسمی ها، بحث مربوط به وارد شدن، منظورم این هستش که انجمن در واقع یه مقداری عنایت بیشتری بکنه به این زاویه از فعالیت‌های به خصوص دوستان ایرانی و همکاران مهندس ایرانی در اینجا که آدم‌های بسیار لایقی هستن و زمینه‌هایی رو بشه توجه کرد بهش و مطالعه کرد و همفکری کرد در مورد بحث صادرات، صادرات خدمات مشخصا من منظورم است و از به اون بدی هم که به نظر میاد نیست. اون کاری که طی یک سال گذشته انجام شد، ببینید مثلا الان البته رقم ناچیزیه ولی نزدیک خود EDC یعنی Export Development of Canada یک پوشش مالی مثلا 60-70 هزار دلاره به شما میده اگر شما بخواید برید تحقیق کنید در مورد صادرات کالاتون یا خدماتتون به یه بازار جدید. همزمان تا 5 تا پروژه ممکنه شما طرح بکنید، بیزنس پلنش رو تعریف بکنید و به EDC بدید، ارائه بدید و اونها شما رو ساپورت میکنن. همونجور که گفتم Trade Commissioner Services به ترتیبی شما رو اگر بتونید خودتون رو توی شورت لیستش بگنجونید و الیجیبل بکنید شما رو ساپورت میکنه. وضع خیلی بد نیست به نظرم میاد که شاید میفهمم اون کانسرویتیو بودن رو من حس کردم، ولی مثلا در مورد بحث مربوط به خود خدمات بانکی، گارانتی ها، لتر آف کردیت، شیر شدن توی ریسک مربوط به پروژه و غیره حتی EDC میاد جلو.
به طور طبیعی حالا شاید این کانسرویتیو بودن خودشون اونجا نشون بده که چه پروسه زمانی طول میکشه که شما بتونید کانوینس کنید اون بانک رو که این پروژه من پروژه است، این کاری که من میخوام بکنم جدیه، چون خب بالاخره بازار مکاره‌ای هم هست در این حال و شاید خیلیا میرن فقط دنبال این که یک خدای نکرده پولی هم بگیرن و کاری هم انجام نشه، ولی به هر حال زمینه‌های مثبتی وجود داره. بحث اسمی ها هم همینجور که آقای ماینز بفهمانی شکلیم بحث خیلی مهمه، اینو من میارزه که بهش برگردیم. ممنون. آقای مهندس اجازه بدید من همه رو میوت کنم، خودتون رو آن میوت کنید. بله بفرمایید، درم خودتون رو آن میوت کنید. بفرمایید. من صحبتی ندارم. سوالتون رو بفرمایید خواهش می‌کنم. بله. سوال آقای بله جواب ببخشید خیلی معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم. ایشون یه بحث رو گرفتن، سوال نداشت. بله آقای منظرشکیان بفرمایید. بله مهندس، آقای مهندس زرشکیان لطفا. بلنگوشون خاموش، میکروفونشون. آقای زرشکیان با عرض سلام، من خود بیرون هستم، سعی میکنم سوالمو خیلی خلاصه خدمتون بگم. جناب کامیاب، در ابتدا شما تاریخی از در واقع پروسه مانیفکتورینگ تو کانادا گفتین. من میخواستم سوال کنم که از چه زمانی در واقع نالج بیس اکونومی جایگزین در واقع مانیفکتورینگ بیس تو کانادا قرار گرفته؟ چون الان میگن که کانادا یک اکونومی نالج بیس هست، اگه اطلاعی در این مورد داریم بفرمایید. از چه سالی این کار شروع شده؟ از چه سالی؟ متوجه سوالتون نشدم. نالج بیس اکونومی در حقیقت دیگه زمانی که در واقع بیشتر سر داستان فروش نالج، فروش در واقع پتنت، فروش آی پی، فروش سافت ور و این داستان. ببینید اصولا این به نظر من یه پدیده جدیدیه، یعنی در واقع میشه گفت این 10 سال اخیره که داره یه سری اتفاقات میفته، ولی خب داره زیاد میشه، یعنی در واقع طرفداراش دارن خیلی زیاد میشن و داره توسعه پیدا میکنه، ولی این که من تاریخ دقیق بهتون بخوام بدم الان نداره. بسیار ممنون، خیلی متشکرم. آقای مهندس بهبهانی سوال داشتم. خب دستشون بالا بود، هم سوال هست هم باز فهمیدن مثل این که داره یه مقدار اینفورمیشن شیرینگ میشه. خدمت آقای آیدی من بگم اون چیز گرانت نیست، لونه برای مارکتینگ. من یه پرسجو کردم، فکر نمی کنم گرانت باشه. حالا اگر گرانت باشه بعد حتما اون وقت سیستم حمایتی خوب باشه. گرانت آقای مهندس، گرانت. اگه گرانت باشه پس باید حتما یه سیستم همینطور که میگیم ترید فانکشن ها و اینا کار بکنه. این خبر خوبه، یعنی خبر نه نه من اطلاع دقیق دارم چون من روی این موضوع کار کردم و گرانت هست. حالا شرکتایی هم هستن این وسط، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، شرکتایی هم هستن مثلا به خود ما گفتن که یک برنامه آموزشی خود در واقع اکسپورت دیولپمنت اف کانادا به اتفاق آر بی سی برگزار کردن که من اون برنامه رو شرکت کردم. خیلی برنامه جالبی بود، اطلاع بسیار اینفورمیتیو بود و بعداً اگر حالا خارج از این چیز من خیلی خوشحال میشم این شما اطلاعاتی توی زمین تماس میگیرم. من دارم کوردینیشنش. بله من تلفن رو از دوستان حتما میگیرم که بله بله من برای شما مسیج میدم. من دارم مال شما. خالیست. بله بله. و عرضم به حضور شما که حتی شرکت هایی هستن که مثلا میگن ما 10-15% از اون مبلغ 70,000 دلار رو میگیریم و این پول رو به عنوان ساپورت برای شما میگیریم که اصلا نیازی هم نیست. بله. اصلا کسی که میخواد حرفه‌ای کار بکنه قاعدتا باید بیزینس پلنش رو خودش تهیه بکنه. بله اصلا از اون شرکت ها به من اپروچ کردن، از همینجا داستان شد. درست میفهمه. بله من کاملا با این موافقم، ولی نکته که راجع به سی ام گفتیم من فقط بگم واقعا مثلا 96 اگه مثلا اوایل سال 90 اقتصاد جهان 70% شدوش مثلا شرکت های بزرگ و 30% اسمی، آخرهای 90 یعنی همون تا قبل از 11 سپتامبر این نسبت معکوس شد، یعنی واقعا 70% 30% شد. باید حتما بهش توجه بشه و خیلی اپورتونیتی های خوب است. خب حالا دوستان ایرانی به دلیل اینکه بازار ایران و این داستان های تحریم بود بهش توجه رو میکنم، ولی به طور کلی من شرکت های ایرانی هم توی اویل انگست میشستم که تو اروپا دارن این کار از همین
کانادا میکنم. به نظر من خیلی نکته مهمه. ولی نکته دیگه این که آقای بزشکیان فهمیدن در خصوص داستان بیس این مثلا حالا نالج بیس اکانومی یا حالا انقلاب انفرماتیک، اون چی که من باز توی ذهنم میاد تو همین اقتصادا از جایی شروع شد که اتفاقا بعضی از این اسمی ها کارهای خیلی کانونشنال رو به کمک آیتی یا ای و اینا مکانیزه کردن در حقیقت. مثلا یه شرکت معروف استرالیایی بود تو این کارهای لنگر کشتی و این حرفا، همین که این سیستم رو مکانیزه کرده بود ما اینو کاتگورایزش می‌کردیم مثلا ورود به نالج بیس اکانومی. ولی فکر کنم چیزی که ایزرشکان میگن بعد از به اصطلاح داستان دهه 90، یعنی با دیگه یکم فراگیر شدن انقلاب نه فقط انفرماتیک، همین تکنولوژی الان داره مطرح میشه که آقای کامیاب اشاره کردن این جاهایی که دارن سعی میکنن بشه مثلا سیلیکون ولی مثلا توی تورنتو نمیدونم کانادا یا تو اتاوا اینا دارن میان. فکر کنم این تلاشا رو داره الان دولت کانادا میکنه و این گذار از همون به اصطلاح صنعت متکی به تولید یا تولید انبوه به اکانومی آف سکوپ و اکانومی آف سپیس، یعنی برند و برندینگ و اینا باشه برنامه‌اش. به نظرم این حرکت خیلی حرکت لااقل من در یکی از این پرزنتیشن های مربوط به همین حمایت های دولت کانادا بودم، دیدم از لحاظ حمایت چه برای ایمیگریشن چه برای ساپورت به اصطلاح مالی صدر به اصطلاح رشته های مورد حمایت کار آیتی و آیتی بیس بود و ای‌آی بود و اینها، که حتی بعضی از دوستان علاقمند به حوزه های غیر تکنیکال حالا فرمودن مهندس، منم چون خیلی مرتکب مهندسی نشدم و بعضی اونجا اعتراض کردن که این چه نوع تخصیص مثلا بودجه است که شما مثلا به علوم انسانی چیزی نمیدید، نمیدونم شعر و ادب کجا رفت، تحقیق چیکار می‌کنید، از این کارهایی که استاد محققم به توش استاد هستن و اینا، واسه اعتراض می‌کردن به این نماینده چیز کانادا که داشت روی ساپورت به اصطلاح یعنی استراتژی کلان، حالا نه به دلیل اون نقشه آمایش زمین ولی به دلیل یه سانترالایزد به اصطلاح پلانی داشتن این کار می‌کرد. من همین فهم خواستم اینم ذکر بکنم که اون داستان هم نیست که اینجا خیلی داره جلو میره و دوستان میتونن روش یه نگاهی بکنن، به خصوص در ارتباط با این ایمیگریشن پلن به اصطلاح انترپرنورشیپ و این حرفا دیگه. خیلی ممنون. مرسی. آقای مهندس زمانی لطفا سوالتون رو بفرمایید. من سوال خاصی ندارم، میخواستم یه پیشنهاد بکنم. ضمن تشکر از اطلاعات مفیدی که آقای مهندس کامیاب دادن، می‌خواستم پیشنهاد کنم که این قسمت دوم سوم هم داشته باشه، این ما رو به عنوان قسمت اول تلقی کنه. اتفاقا آقای مهندس زمانی، اولا خیلی خوشحالم که می‌بینمتون، امیدوارم که بیشتر ببینیمتون. اینکه من به این نتیجه رسیدم که واقعا این یک کلیاتی بود، اگه ما بخوایم در واقع بیشتر روش صحبت کنیم احتیاج به وقت زمان بیشتری داره و میتونه این تقسیم بندی بشه. تجدید من از قرن 18 شروع کردم، اومدم به اصطلاح به روز، ولی خیلی سریع مجبورم بگذرم ازش و خیلی چیزا رو ما در واقع حذف کردم. گفتم مقاله اولی که تهیه شد دو برابر این بود، ولی بعد متوجه شدم که زمان نیست که من بخوام انجام. الان تو این کارهایی که داشتم یکی دو تا مطلب دیگه هم هست، ولی خب اینو انشالله میذارم برای دفعه دیگه. مثلا فرض کنید جی ای جنرال الکتریک کانادا که حدود 130 سال پیش در پیتربرو به وجود اومد، خیلی جالب داستانش. در پیتربرو تاماس ادیسون یک کارگاهی داشت به نام ادیسون الکتریک، این رو $1 فروخ شد جنرال الکتریک، متوجه؟ و من این کارخونه رو که برای اولین بار 20 چند سال پیش دیدم که در حال تولید بود، سالن در سالن اصلا مثل یک موزه بود، اصلا گیج شده بودم که واقعا چقدر این عظمت داشت از لحاظ تاریخی و چه کسانی اینجا بودن، عکس ها و فلانی حرفا. و این کارخونه متاسفانه با اینکه تولید داشت، بزرگترین موتورهای جی اینجا ساخته میشد و صادرات خیلی خوبی داشت، خود من در واقع حدود 30 موتور بزرگ رو برای عربستان یه موقع آرامکو از همین پیتربرو رفت که به اصطلاح من اینوالو بودم، اما متاسفانه در 2017 اینو بستن، یعنی فشاری که دولت فکر کنم ترامپ آورد تولیدات همه رفت آمریکا. ما کوخیت داریم که اکسچنجرهای خیلی بزرگ توی اسکاربرو می ساخت
اون باز تعطیل شد رفت آمریکا. بنابراین رو اینا خیلی میشه بحث کرد. همین پیتربرو، من خودم دو صفحه مطلب دارم، مطلب تاریخی که از کجا شروع شد به کجا ختم شد و بعد بسته شد، چه تولیداتی داشت، لامپ داشت، انواع و اقسام کابلا رو داشت، متوجه دونه دونه تمام چیزایی که خودشون میخواستن برای یه موتور تولید میکردن. 10,000 نفر آدم اونجا کار میکردیم موقع، که الان رسیده به 30-40 نفر فقط یه گروه مهندسی هستن. نبخشید من ولی احتمالاً احتیاج هست این ادامه پیدا کنه. حتما ان شاء الله، حتما. آقای مهندس محقق باید خواهش کنیم این زحمت رو بگیره. بله. حتما این کار. ببخشید مهندس محقق. آقای مهندس آزیما شما سوال دارین؟ دستتون رو بردین یه لحظه بالا. مهندس آزیما بله. خاموشن، خاموش. بله یه دقیقه دستشون رفت بالا، نمیدونم. صداتون بسته است آقای مهندس آزیما. میکروفون خاموش. میکروفون بله. شما سوال داشتیم. سوالم اینه که جناب کامیاب فرمودین از لحاظ انرژی کانادا سومه، اونو از کجا در بردن؟ منظورتون از انرژی چیه؟ این خیلی مهمه. کل انرژی دیگه، انرژی از نفت و گاز شما فرمودید سومه. بله بله. خب تولید نفت اینا 3 میلیون بشکه در روز صادرات داره. نه اونه که من میدونم بزرگترین صادر کننده نفت به آمریکا کاناداست، عربستان سعودی یا مکزیک نیست. بله. اما اینه که میگم فرمودید سومه، چجوری گفتن؟ کی گفته اینو؟ والا آماره که من عرض کردم خدمت از وبسایت های مختلف گیر آوردم اینا رو، متوجهی؟ حالا اگر شما آمار دیگه ای دارید که اینو نقض میکنه بفرمایید. آمار که هست حتما، شما خودتونم میدونید عربستان سعودی به نظر شما سوم نباید باشه یا باشه، نظرتون چیه؟ ولی اونا از لحاظ اسفالت که بیشتر در مکموری و اینا هست خیلی ذخیرش زیاده، اما به اندازه ایران یا عربستان سعودی نمیرسه. ایران بله. از لحاظ نفت و گاز که با اینا قابل تبدیلن تو دنیا اوله، حتی از روسیه که از لحاظ گاز اوله و ایران از لحاظ گاز دومه، از اونم ایران بیشتره، حتی از عربستان سعودی هم که میگن مخازنش تو دنیا اوله، باز هم با در نظر گرفتن ایران گاز ایران اول نیست. کانادا شاید سوم یا چهارم، چون عراق هم خیلی مطرحه. عراق هم از لحاظ نفت در حدود 200 میلیون بشکه نفت داره، ذخیره داره، یعنی مخزن داره، خیلی چیز مشکلی حساب کردنش یا گفتنش. نه من اعتراضی ندارم، که فقط میخواستم اینم که منبعتون کجا بود. ببینید انرژی رو که ما میگیم، شما روی نفت و گاز فقط تکیه میکنید، درصد که الکتریسیتی هم انرژیه، بنابراین شاید اون به اصطلاح اون فاکتور هم توش حساب شده باشه. معذرت میخوام آقای مهندس، من فقط یه نکته بگم. به یه موضوع باید توجه بکنیم. اون سوم در جایگاه جهانی درسته، منظور رزرو یعنی ذخیره نفت و گاز با هم، نه فقط نفت نه فقط گاز. بله بله. در مجموع بله، در نفت مثلا اون جایگاه رو نداره در کانادا، شاید در گاز هم به تنهایی سوم نباشه، ولی در مجموع نفت و گاز رزرووار کانادا طبق آمار لینک های معتبر کانادا که مربوط به در واقع دولت کانادا هستش و اونا رو دیگه خیلی نمیشه باش بازی کرد، سوم هستش. بله دوست دارم، درست میفرمایید. مرسی آقای دوست. خیلی ممنون. یک چیز نکته دیگه که من میخواستم، شما
جایی رو دارید که اکسپورت مهندسی رو انهانس بکنن یا تبلیغ بکنن؟ سوالم هم اینه بیشتر. در سال 79 که من رفتم کره، یک کارخونه اتمی اونجا داشتن را مینداختن که چیزش تکنولوژیش از اینجا بود، ولی خود کره به اونجا رسید که از چیز کارخونه اتمی امارات رو ساخت، ولی کانادا در اون چیز شرکت نکرده بود. شما اطلاعی نتونستین پیدا کنین توی این تجسسی که فرمودین؟ نه من ندارم چیز. ندارم. ممنونت. خواهش میکنم. از صبوری شما تشکر کنیم بابا. جان با من سنگ صبور همه هستن دیگه. من آقای محقق رو عرض کردم که واقعا صبورانه صبر کردن. خانمم داشتم یک بوده از طرف همه تشکر کنیم، نوشته بودن شما دستون باز کنیم با ایشون. بله به عنوان صبوری این کار میکنن. آقای کامیاب شما ما یاد دانشگاه افتادیم، فیزیک 1, 2, 3, 4، بعد یه کتاب بیدن You think you know physics. شما هم باید یک و دو و سه و چهار منیفکتری تازه اون آخری ما ببینیم اصلا منیفکتری اینجا چیه برد الان که چیز نیستیم. آقای محقق برشیم در من فکر کنم این صحبت این بحث های دیگه هم دنبال داره و خوشحال میشم اگه آقای مهندس آیدن مثلا تشریف بیارن یه دفعه صحبتی داشته باشن و ما به اصطلاح استفاده کنیم. بقیه دوستان آقای بهبانی که همیشه حاضرن و انشالله ببینیم. بفرمایید آقای مهندس محقق. شما مهندس محقق بفرمایید. حضورتون عرض کنم که من تقریبا سوالامو که می‌خواستم بکنم هم آقای منصوریدن پرسیدن هم آقای بهبانی، در واقع تلکیبش هم سوالم بود. ولی یه نکته اینو که آقای منصور عظیما فرمودن در مورد خدمات مهندسی که در حوزه صنایع نوکلیر هست، بله یک نیروگاه هست به نام ولسون مثل این که در کره جنوبی، و من یادم هست که تو شرکت علیبا که بودم یه بخشی از فیلترهایی رو که لازم داشتن از طریق کانادا براشون تهیه میکردن. خدمات مهندسی در صنایع نوکلیر به خارج هم چیز میشه از کانادا. همین رکتور کندو رو اونم تهیه میکنم. در چاینا هست، چند تا کشور هست که این خدمات رو از کانادا خریداری میکنه، هم خدمات مهندسی و هم در واقع قطعاتی که مانیفکتور شده. بخشی از این قطعاتی که مانیفکتور شده باشه الزاماً در چیز نیست، در کانادا نیست، ولی خدمات پشتیبانی و مهندسیش در کانادا تهیه میشه برای کره جنوبی. و دو تا کشور دیگه هم حضور ذهن داشتم، یکی رومانی بود و یکی از کشورهای در واقع آمریکای لاتین که حضور ذهن دارم که من در اون پروژه‌اش بودم، در دیزاین ایجنسی که بودم قبل از اینکه بیام تو OPG. این رو میخواستم خدمت عرض کنم. سوالم فعلا سوالی ندارم آقای مهندس، چون وقت تموم شده. اجازه میخوام که از طرف هیئت مدیره مهندس از سخنرانی جذاب و اترکتیو آقای مهندس کامیاب که همیشه سایش بر سر مهندس هست خانه خودشه قدردانی کنم که برای تهیه مطالب اون زحمت فراوانی کشیده بودن. از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن و بخشی با طرح سوالهای ارزشمند به بحث فنا بخشیدن هم قدردانی و سپاسگزاری کنم و آرزو کنم که باز این سعادت داشته باشیم که به قول آقای بهبانی مانیفکچرینگ یک رو که انجام کرد، دو و سه و همین سلسلش داشته باشیم. وقتتون خوش دوستان، اوقاتتون بکام و سپاسگزار از حضور و مهری که داشتید و تشریف آوردید. میکنم کنم ما حسین از وقت بودید. خیلی ممنون، متشکر. خواهش میکنم، تشکر از همه دوستان. دیدارتون واقعا برای من خیلی شیرین بود. امیدوارم که بازم همدیگر رو ببینیم و شاید بتونیم به همدیگه نزدیکتر بشیم انشاءالله. مرسی، خدا نگهدار. خدا حافظ. شبتون بخیر. خدا نگهدار. قربانش. خدا نگهدار.
مهندس. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تا قربان شما.